Japarov. باستان در میانه میدان بازیکنان ازبکستان صاحب توپ هستند. مولادیانوف یه پاس بلند به سمت راست جایی که تورسونوف حرکت کرد به توپ برسه که اونجا سرعت توپ زیاد هست و هیچ بازیکن ازبکستانی به توپ نمیرسه و پرتاب رو لیون پیو قصر انجام بده. تاتنهام، بروسیا دورتموند، پی اس وی آینتهوون و الهلال عربستان باشگاه های مطرحی هست که این بازیکن 33 سالی کره ای درش کار کرده. و حرکت جایوان که یک ضربه کورنر رو برای تیم سفید پوش ازبکستان به همراه داشت. باز هم جپاروف با پای چپ قصد داره که ضربه کورنر رو بفرسته روی دروازه. الکساندر همونجا جلو کشیده باش حرکت میکنه چادوری سانتر بلند روی دروازه روی تیر دو که کسی حرکت نکرده بود توپ هم مستقیما به بیرون رفت. از سال 99 میلادی تا حالا آقای وادیم آبراموف به عنوان 11 سرمربی در تیم ملی ازبکستان داره کار میکنه و اعتقاد داره که خودش عملکردش بد نبوده در تیم ازبکستان. در میانه میدان بازیکن ازبکستان کار خطرناکی اونجا مدافعان رو برمیگردونند. توپ هیدروف عزیز بک هم نرسید. بازیکن کره صاحب توپ هستند. جیدونگ وون پشت محوطه جریمه باز هم موفق. سفیدهای ازبکی الکساندر توپ رو بازیکن کره گرفتن. حرکت سریع بازیکن قرمز پوش کره جنوبی باز هم سواری نداره. الکساندر بازی بدون خطا دنبال میشه. تورسونوف در میانه میدان حرکت سریع بازیکن ازبکستان سماری تا به اینجا کار نداشته و توپ رو هم بازیکن کره ای میگیرن. کیسونگ یه پاس به عقب برای چادوری. آیا احمدزاده بازی چطور بوده تا این دقیقه اولیه؟ تیم‌ها عقب نشینی می‌کنن برای پرس کردن و این در واقع نشون میده بازی زیبای خواهد شد. بسیار عالی. کیسون پاس برای جیدون وون داخل محوطه جریمه که بازم موفق بازیکن ازبکستانی هستن. زده حمله برای ازبکستان میتونه صورت بگیره. پاس بلند در زمین کره دو برابر دو اونجا هستن که موفق مدافعان کره‌ای که به خوبی توپ رو به بیرون میزنند. خودش رو خوب جلوی بازیکن ازبک قرار داد لیونگ سو. هیدروف جپاروف باز هم هیدروف یک ادای نزدیک همه بازیکن ازبکستان پشت محوطه جریمه کم تعداد هستن بازیکن ازبکستان در حمله پشت محوطه جریمه میخواد ضربه را جپاروف بزنه که اونجا باز هم بازیکن کره جنوبی توپو برمیگردونه. حالا زده حمله برای جیدونگ وان. لیونگ پیو موقعیت برای ارسال توپ رو داشت. لیونگ رائه که اینجا صد راه شد مدافع ازبکستانی. پشت محوطه جریمه کیسون پاس داخل محوطه که باز هم نستروف و دروازه بیرون میاد توپ در اختیار میگیره قبل از اینکه بازیکن جوان کره‌ای بخواد توپ برسه. کوجای چال کجای چهول با 4 گل فعلا آقای گل رقابت لیگ جام ملت‌های آسیا هست در کنار اسماعیل عبداللطیف که او هم 4 گل است. نستروف کیسون ضربه سر رو میزنه اما ثمری نداره. تیمور کاپادزه بیشترین تعداد بازی ملی در ازبکستان رو در اختیار داره. کاپادزه با 79 بازی ملی. باز هم کیسونگ توپ رو میرسونه خط رو هست به جیدونگ وون. کیسونگ با حالا لیونگ پیو
قهرمانی بازی‌های آسیایی 94 هیروشیما، پرونده درخشان برای ازبکستان در بازی‌های آسیایی بوده، اما در جام ملت‌ها اونها بهترین نتیجه رو فعلا امسال گرفتن. دو خط ازبکستان، کره‌ها بدون خطا، چادری کوتاه و زمینی و توپی که باز هم مدافعان ازبکستان برمیگردونن، باز هم زده حمله میتونه صورت بگیره. کم تعداد هستن بازیکن ازبکستان در حمله دور برابر سه که ضربه سر اول رو هوان جایوون میزنه. کاپاتزه، ویکتور، منطقه بازی عوض میشه، ترسونوف، ضربه بازیکنه ای ازبکستان میاد در میانه میدان، واسه مدافعان کره جنوبی توپو دفع میکنن در میانه میدان. بازیکنه ای ازبکستان بازی رو آرام میکنن پشت محوطه جریمه. ببینیم که از این موقعیت چگونه استفاده خواهند کرد. سپتای ازبکستانی سانسه بولن، الکساندر یه ضربه سر رو به بیرون برای ازبکستان، فرصت هست. باز هم الکساندر میخواد اونجا هر طور شده یک بازیکن رو صاحب توپ کنه داخل محوطه که بازیکن کره از راه میرسن و توپ رو جون سون به بیرون میزنه. روی زده حمله ها کم تعداد اما خطرناک هستن. ایمان الکساندر قصد داره که ضربه کورنر رو بزنه. ضربه کورنر تونوتیز پشت محوطه جریمه، یه ضربه روپا که تو برگشت داده میشه توسط هیدروف ضربه زده شده بود. باستن پشت محوطه ازبکستانی های شود زن و ضربه که توی چارچوب نیست و مستقیما احمدوف توپش به بیرون رفت. اودیل احمدوف وقتی به آمار ارقام قبل از آغاز این مسابقه نگاه میکنیم، شوت زن ترین تیم جام ملت‌های آسیا کره جنوبی هست با 110 شوت که از مجموع 110 تا شوت 42 تاش تو چارچوب بوده و خطرناک بوده. و آقای احمد نشون میده کره ها خوب دارن در آسیا از موقعیت‌های شوت پشت محوطه استفاده میکنن. یکی از دلایل فاصله فوتبال آسیا و فوتبال اروپا و حتی آمریکای جنوبی همین تعداد آمار شوت هست در یک بازی یا از یک تیم. وقت خطرناک بازیکن ازبکستان، سانتری که انجام شد روی دروازه توسط ویکتور که مستقیما هم به بیرون رفت، تکل لیون پیو روی پای بازیکن ازبکی تورسونوف که خطا بود در این صحنه. خطا بود اما داور خیلی به صحنه نزدیک بود و آوانتاژ داشت چون توپ به دست بازیکنان ازبک افتاد. چراغی چو کوانگ رای سرمربی 56 ساله کره ها رو هم دیدید که در جام جهانی 1986 عضو تیم ملی کره جنوبی بود، در بازی با ایتالیا هم یه گل به خودی زد آقای چو کوانگ رای به خودشون تا اون بازی رو کره ها به ایتالیا 3-2 واگذار بکنند. مولادیانوف پشت محوطه جریمه توپگیری بازیکن ازبکستان میتونه بازی رو برای اونها باز هم آرام بکنه. بازی باز میشه، ویکتور به دنبال بازیکن خالی میگرده، اونجا احمدوف رو میبینه و پشت پا میخوان را بندازن لب خط سمت راست. بازیکن هم تیمی رو که تورسونوف هفت که پرچم کمک اول بالا میره. خطا به سمت کره ها گرفته شد. آقای جفری یک فنگ داور اول هستن، کمک اول که از کشور سنگاپور و داور دوم هم که آقای مایدین هست باز هم از کشور سنگاپور که عبدالمالک بشیر رو همراهی میکنن، داوری که اهل مطالعه هست و شخص سوایی رو خیلی دوست داره و بازی گام با اوزاکا و آدلایت یونایتد سال 2008 که قضاوت کرده رو به عنوان یک خاطره خوش همیشه یاد میکنه. جپاروف کسونگ توپ گرفته، توپ رو با یه خوبه کره ها در میانه میدان، توپ میخواد باز کنه شماره 13 کره ها. لیون پیو توپ به ویکتور میرسه، باز هم نستوروف در درون دروازه.
احمدوف میبرن توپ رو سمت چپ جایی که اونجا هیدروف حاضر هست. یک دوی بلنده بازی کنه ازبکستان 15 دقیقه سپری شده داخل محوطه و ضربه ای که مستقیما بیرون رفت و ضربه دروازه اعلام شد. نفچریه الکساندر هست که از بهترین های ازبکستان که در خط حمله کلن مدافعان رو راحت نمیگذاره و ضربه ای که حالا جون سونگریون باید بزنه. باز هم بازیکن کره صاحب توپ هستن از راست ریدون وون فضا برای حرکت رو بهش نمیدن. بازیکن خوب ازبکستان در دفاع که تا اینجا کار خوب کار کردن غیر از اون شش تایی که از استرالیا خوردن ازبکستان تیم بدی نبوده در خط دفاع.